سرخط مهمترین خبرهای امروز، حادثه ترافیکی در هرات یک کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. مردی در دایکندی بدهکار 45 ساله اش را کشت. چرخش 360 درجه قاری فسیح الدین فدرن، وضعیت از کنترل خارج شد. سلام، درود به کانال ادلا رسانی ما، خوش آمدین. مشروع خبرها. مردی در دایکندی بدهکار 45 سالش را کشت. هشتم سرطان 14-1. منابع محلی میگویند که مردی در روستای بیری ولسوالی باتوی ولایت دایکندی یک تن را به دلیل بدهکار بودن کشته است. یک تن از باشندگان ولسوالی باتو که نخواست از او نامی برده شود، روز چهارشنبه 8 سرطان به روزنامه 8 صبح که حوالی ساعت 9 شب گذشته، یک تن به نام مولاداد که 45 ساله سن داشت با شلیک گلوله از سوی طلبکارش کشته شده است. به گفته من به این رویداد به سبب بدهکاری مولاداد از فردی به نام حمید اتفاق افتاده است. مسئولان فرمانده های امنیتی طالبان برای ولایت دایکندی از این رویداد ابراز بیخبری می کند. این در حالی است که حدود یک ماه پیش در روستای تمزان ولسوالی بازای دایکندی نیز یک تن در نتیجه دعوای حقوقی از سوی طرف دعوایش کشته شده بود. همچنان این در حالی است که حادثه ترافیکی در هرات یک کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. منابع محلی در هرات می گویند که در نتیجه حادثه ترافیکی در این ولایت یک کشته و 10 تن دیگر زخمی برداشتند. منابع در ولایت هرات می گویند که این رویداد روز چهارشنبه 8 سرطان در ساحه دشت پروان سرک هرات ترغندی زمانی رخ داد که یک موتر نوع سرایچه دچار عوارض شده و با موتر تونس برخورد کرد. سرک هرات ترغندی یکی از پر رفت آمدترین مسیرها است که هر از گاه رویدادهای ترافیکی در آن از شهروندان قربانی می گیرد. همچنان این در حالی است که مختار وفایی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: مولوی فسیح الدین فدرت بدخشانی رئیس ستاد ارتش طالبان در مرکز بلخ است. او عملیات بازرسی خانه به خانه را نظارت می کند. تا کنون پیکر 36 غیر نظامی از روستاهای مختلف به دست آمده است. شمار دیگر هنوز ناپدید هستند. با فعال شدن مخابرات و برقراری ارتباط، ارقام جدید به دست می آید. تشکر از اینکه تا کنون کانال ما را بیننده بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقاتی خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود.